این باغی انگور در ناحیه پرکنتی کناری تاشکند برای صناعت شراب‌پزی ازبکستان اشیای خام استحصال میکند. در این خواجگی نوعهای مختلف انگوری گرجستانی، آذربایجانی و فرانسوی پرورش می‌یابند. ما انگوری نوی رکت سیتیلی، بایون، شریای و پینو نوار را در 15 هکتار زمین در اختیار داریم. شراب‌پزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی میکنیم طلبات آنها را اجرا کنیم. شراب در این منطقه از دوره‌های باستانی استحصال می‌شد، اما در زمان شوروی و بعد از آن صناعت تولید شراب به انقراض روبرو شد. پرزیدنت ازبکستان می‌خواهد شراب‌پزی را دوباره احیا کند. در گذشته ما بیشتر شراب‌های تقویت یافته را استحصال می‌کردیم و این مال اساساً به روسیه صادر می‌شد. آن زمان دولت شوروی پابرجا بود و شراب به مناطق شمالی صادر می‌شد. برای شرابی بدون ایلوه الکحول نیست بازار وجود دارد. در این روزها و بخصوص بعد صدور فرمان پرزیدنتی ما به طبیعی بودن محصولاتمون بیشتر توجه میکنیم. ماه فوریه سال روان رهبری ازبکستان از فرانسه 60,000 نهال انگور آورد و دستور داد که تا سال 2021 استحصال شراب دست کم 60% افزایش یابد. بر پایه این فرمان زمین کشت انگور نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافت و قرار شد که در آینده برای تنوع محصولات از امریکا و چیلی نهال انگور وارد کنند. کارشناسان به این تلاش های مقامداران ازبک احتیاطکارانه بها می دهند و به جشنواره شراب که چند پیش در تاشکند برگزار شد اشاره می کنند. این چاره‌بینی توجه زیاد جلب نکرد. ازبکستان یک کشوری اساساً مسلمان نشین است و مردمش به شراب و شراب نوشی شوقمندی نشان نمی دهند. ولی تولید کنندگان شراب در ازبکستان باور دارند که این صناعت به پا می خیزد. ما با 180 خواجگی انگور پرور همکاری داریم. ابتدای سال روان ما با 180 خواجگی سازش امضا کردیم. بر پایه موافقت ما با آنها 40% پول را پیش پرداخت میکنیم. آنها خودشان انگور را به ما میرسانند. در ازبکستان سالانه 20 میلیون لیتر شراب تولید می شود که در قیاس با 4 میلیارد لیتر شرابی تولید شده در فرانسه ناچیز است. بر علاوه با نظر داشت رقابت شدید جای یافتن در بازار جهانی کاری آسان نیست. تولید کنندگان شراب در ازبکستان امید دارند که مالی آنها در میان جماهیر سابق شوروی و چین خریداری زیاد پیدا می کند.